علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. فرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناسی از منچستر به ما پیوسته. با آقای ثابتی شروع میکنم. تیم ملیه یا تیم جمهوری اسلامی و چرا؟ خیلی ممنون. ببینید، به نظر جامعه شناسان نامداری مثل زیگموند بامن، اون چیزی که مجموعه ناپیوسته از افراد رو که کنار هم زندگی میکنن به یه جامعه تبدیل میکنه همبستگیه. به عبارت دیگه، همزیستی جسمانی تا وقتی که منظم و پیوسته به همزیستی اخلاقی نشه، ما نمیتونیم اصلا از نظر جامعه شناختی از وجود جامعه صحبت کنیم. چرا؟ چون فقط اون همزیستی اخلاقی، اون همبستگی هست که میتونه تضاد بین منافع شخصی و خیر جمعی، خیر عمومی رو از بین ببره. ببینید، در ایران 85 میلیون ایرانی زندگی میکنن. اگر همه اینها بخواند مثل بازیکنان تیم ملی فوتبال، البته بسیارشون، نه همشون، منفعت شخصی خودشون رو، بالمثل دریافت جواز و مجوز واردات خودرو رو، به خیر جمعی، مثلا انتقاد از تبعیض و ستم نهادینه و چند لایه حکومت فاشیستی مذهبی ترجیح بدند، خب 85 میلیون نفع شخصی وجود داره. چیزی که اینجا مقفول میمونه خیر جمعی و خیر عمومیه، و اینجاست که به نظر جامعه شناسان اصلا تو جامعه که همبستگی نیست و منفعت شخصی و به قول زیگموند بامن نگرش شکار چی غالبه، یعنی هر کسی مثل این بازیکنهای فوتبال دنبال منفعت شخصی خودش باشه، معلومه که خیر عمومی که رفع ستم و تبعیض نهادینه است ناپدید میمونه. یعنی چطور من میتونم بگم که آقای علیرضا جهانبخش که نه تنها دفاع نمیکنه از هموطنان خودش، بلکه از قاسم سلیمانی دفاع میکنه، او رو قهرمان ملی میدونه، مرگ او رو تسلیت میگه، مرگ نیکا و ژینا و ریرا رو نادیده میگیره، خب ایشون همزیستی و اخبار و بقیه اونهایی که شبیه ایشون هستن همزیستی اخلاقی ندارن با ستم دیدگان. آقای ثابتی، خود شما الان همزیستی اخلاقی دارن با سپاهیان. آقای ثابتی، خود شما الان فرمودید که همشون نه، تعدادیشون. چطور اگر همه اینها نیستن و این مواردی که دارید میگید فرد مربوط به یک فرد خاصی میشه یا به افراد خاصی از این تیم میشه، چرا باید همه اونها رو با یک چوب زد؟ همه اونها رو، اون یک بحث در دو جنبه است. یکی اعضای تیم هست که میتونید تمایز بذارید، مثل مثلا آقای سردار آزمون یا آقای سامان قدوس و مثلا اون بقیه یا تعداد دیگه. اما یک مسئله کلی هم وجود داره و اون سوء استفاده‌ای هست که حکومت از تیم ملی و اصولا موفقیت‌های ورزشی می‌کنه برای نرمالیزاسیون، و این رو فقط جمهوری اسلامی نمی‌کنه. من مثال بزنم، و این رو ببینید، بعد از بازی فوری مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمی قم، غیر از این که دوباره گفتن این همزمان با سالگرد فتح جنگ خیبر توسط حضرت علی بوده، یعنی تشیع عزولانی رو ترویج دادن. این اصطلاح تشیع عزولانی رو من از کتاب آقای ویلیام بیکر گرفتم که راجع به مسیحیت تبشیری عزولانی، یعنی سوء استفاده بیلی گراهام و جری فالول و این مسیحای تبشیری در آمریکا هم همین سوء استفاده رو از دین میکنن در ترویج از ورزش در ترویج دین که روحانیت جمهوری اسلامی میکنه. این که واضحه، من راجعش مقاله هم نوشتم، تشیع عزولانی. ببینید فوری حتی یکی از این بازیکنان تیم ملی هم گفت این دست حضرت ابوالفضل بود. آقای علی قلنویی هم، امیر قلنویی هم گفتن که این لطف اهل بیت شامل آل ما شد. این که اینجوری فاشیسم مذهبی رو تبلیغ میکنن، اون به جای خودش. اما این که میخوان بگن در این جامعه هیچ اتفاقی نمیفته، همه خوش و خندان هستن، و چی گفت مجمع نمایندگان؟ گفت پیروزی تیم ملی فوتبال نشان داد که با حفظ همدلی کشور رو به سمت پیشرفت ببریم. از قضا ویدلا، دیکتاتور آرژانتین هم که خودش بعدها در زندان به جرم جنایت علیه بشر زندانی بود، همونجا مرد. جام جهانی 78 آرژانتین رو وقتی شروع کرد، همون موقعی که 7 تا 9000 تا آرژانتین رو حکومتش از هواپیما و هلیکوپتر انداخته بود تو رودخانه ریور پلاته و کشته بود، آمد این حرف مجمع حوزه علمی قم زد طلاب و گفت ما هممون دنبال اتحادیم، صلح و آرامش و همدلی رو در این آرژانتین نشون بدیم. یعنی همون استفاده رو که میکنن در لهستان دهه 70، 1000 نفر زخمی کردن، 47 نفر 1970 در شمال لهستان قتل عام کردن،
بعد اومدن گفتن ما بیاین از موفقیت‌های تیم فوتبال لهستان که مثلا در المپیک سوم شد یا بعد در جام جهانی سوم شد سوء استفاده کنیم، عین جمهوری اسلامی بازیکن‌ها امتیازهای اقتصادی میدادن، حالا تو سیستم کمونیستی مثلا حقوق بیشتری بهشون میدادن، خونه میدادن، ماشین میدادن، بازیکن‌ها رو هم می‌بردن همه جا در مزایای کمونیسم و اینکه چه کشور خوبی صحبت کنن. بعد دیگر اندیشه‌های لهستانی به این بازیکن‌ها میگفتن شما چرا انتقاد نمی‌کنی از سرکوب؟ میگفتن ما فقط فوتبالیستیم، نباید ورزش تو سیاست دخالت کنیم. حالا چی شد؟ 1982 جام جهانی اسپانیا بعد از جنبش همبستگی 1980 بود، بعضی از این بازیکن‌ها مثل زبیگنیف بونیف که بهش میگن زبیگنیف بونیف، بهش میگن پله لهستان، 4 تا گل زد تو اون جام جهانی، فهمید دوباره کمونیستا میخوان بگن ببینید چه تیم فوتبال خوبی داریم، کشور گل و بلبل داریم، همه این چیزایی که غربیا دارن راجع به نقض حقوق بشر، مشکلات اقتصادی میگن، اینا اصلا وجود نداره، ببینید همه شادی میکنن تو استادیوم تو بازی لهستان. یه دفعه جو عوض شد، پرچم همبستگی بردن بالا، سانسور کرد. این کاری که جمهوری اسلامی میکنه که بازی‌ها رو با تأخیر نشون میده 30 سال پیشو از اون حکومت لهستان کمونیست یاد گرفت. بعد از اون بازی‌ها رو با تأخیر نشون میداد که اگه پرچم همبستگی رفت بالا اینو نشون نده. ولی نکته اینه که بیداری وجدان حاصل شد بعد از جنبش همبستگی. همین آقای زبیگنیف بونیک هم دهه 70 همراهی میکرد، بعد گفت من تکون خوردم، وجدانم تلنگر خورد، اجازه ندادم دیگه موفقیت ورزشی ما رو به نفع کمونیسم و جنایت‌های خودشون مصادره کنن. حالا متاسفانه بعد از جنبش ژینا اتفاق خوشبختانه افتاده، عصر وجدان آغاز شده، نفی کتمان. اما هنوز خیلی از این بازیکن‌های تیم ملی هنوز دارن پیشا عصر وجدان زندگی میکنن و لاف وطن دوستی میزنن، اما آیا واقعا اونها با آقای ماشاءالله کرمی هموطنن وقتی اصلا درد و رنجشونه، یا با قاسم سلیمانی که همش در مدح و ثنای قاسم سلیمانی صحبت میکنن؟ لاف زدن آسونه، عمل وطن دوستی یعنی درد و رنج دیگری رو به رسمیت بشناسیم. درد و رنج دیگری رو به رسمیت نمیشناسیم، حتی اگر کنار او زندگی کنیم با او هموطن و عضو یک جامعه نیستیم، چون منفعت شخصی خودمون رو بر خیر جمعی ترجیح دادیم. آقای افشاری، میدونم که اجماعی در این مورد وجود نداره، یعنی اینطوری نیستش که همه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن الزاما مخالف این تیم فوتبال هم باشن. بعضی هستن که به عملکردشون اعتراض دارن ولی میگن که بالاخره باعث خوشحالی میشن یا با هر کم و کیفی که آمدن تیم فوتبال ایران هستن به شکلی. موضع شما چیه؟ شما فکر میکنید که یک تیم حکومتی است و به خاطر همین نمونه هایی که آقای ثابتی در تاریخ گفتن؟ هیچ قطعا نیست. تمام نمونه هایی که آقای ثابتی گفتن، ایشون مثل همیشه مطالبی رو خارج از سیاق، کانتکست، بی ارتباط با مغالطه های مختلف میارن مطرح میکنن. همون مثالی که برای لهستان زدن برای بطلان همه حرفاشون کافیه، اما ایشون در اینجا برخی از مطالب خلاف واقع گفتن. یک کسی اعتقادات مذهبیش رو بگه، این به معنی دفاع از فاشیست مذهبی نیست. آقای ثابتی اتفاقا تو این زمین ها خیلی باید محتاط باشن، چون کسانی هم میان به ایشون و باورهای بهاییشون رو به رخشون میکشن. من که احترام قائلم برای دین بهاییت، برای افکار سنتی مذهبی هم احترام قائلم، من اون گونه فکر نمی کنم. اما دقیق باشیم، جوری حرف نزنیم که اون وقت برای خودمون اساس اخلاق سنجه انصافه. اساس اخلاق، اصل طلایی اخلاق این هستش که من در موقعیتی که خودم هستم دیگران رو قضاوت بکنم، من نیام با ادعای غلط، با اتهام زدن با کسانی که به هر حال مواضعشون مشخصه، شاید زیر 10% بازیکنان فعلی اشتراکات گفتمانی حداقلی با زمامداران جمهوری اسلامی دارن، زیر 10%، بیام اونها رو اتهام سنگین حکومتی زدن بزنم، فاشیست بزنم. آقای ثابتی علی‌القاعده یه چهره ای اصلا خودشون آکادمیک میدونن. آخه کجای دنیا، کجای نظریات علمی ما میتونیم بگیم جامعه شناسان چنین گفتن، فلاسفه چنین گفتن؟ در هر موضوعی ده ها نظر رقیب جامعه شناسی هست. این صحبتی که جامعه موقعی میشه که همه درد و رنج هم آگاه باشن خیلی بحث خوبیه، ولی فقط در ذهن آقای ثابتی هست.
این نگاه ایدئالی در هیچ جای دنیا نیست. کجای دنیا جوامع و ملت رو این گونه تعریف کردن؟ آقایون به یه جاهایی که میرسن برای ارزیابی فعل اخلاقی مینن معیارها و ملاک‌های حداکثری که در طول تاریخ نبوده رو میارن وسط. ولی اینو تاکید چرا بیت العدل بهائیت نسبت به تضییع حقوق اقشار مختلف جامعه ایرانی ساکته؟ من کاری ندارم، من درکشون میکنم، اما اگه قرار ما یه دفعه فوتبالیست‌ها رو بکشیم بیرون، اونم با پروژه سیاسی که سالها قبل از جنبش مهسا، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شروع شده، اینها بازیکنان تیم ملی هستن، همه کسانی که فنی فوتبال ایران رو میدونن اینها بهترین های فوتبال ایران، همه جای دنیا یه مربی تیم ملی سرمربی میتونه 10 درصد رو بالا پایین کنه. اینا هر حکومتی هم باشه اینا رو انتخاب میکنه. موقع انتخاب نمیان بگن که آقا شما در سابقت، یعنی الان مثلا تیم ملی آلمان، تیم ملی برزیل، تیم ملی آرژانتین چقدر به درد و رنج مردم توجه نشون دادی، بلاک های سیاسی و حقوق بشری بدن تیم ملی انتخاب بکنن. این برخورد ابزاری با ورزش عین برخورد جمهوری اسلامی، ولی میشه در موردشون قضاوت داشت که اینطور نیست. یعنی اگر تیم ملی مثلا آلمان نازی فرض کن همشون سلام هیتلری میدادن در ابتدای آخر بازی، میشد بر اونها نقد کرد؟ نمیشد که بگیم چون همچین روی کرد، اما میشد آدم درک بکنه که اون رو در شرایط قرار بدن در اون فشار. همون جامعه آرژانتین که مثال میزنم، باز هم میگم این قیق مصداق ها بدون اینکه اطلاعات کافی داده بشه، فضا ترسیم بشه، اتفاقا این فضا سازی که در مورد جام جهانی 2018 آرژانتین شده، بخشش خب بله به حال ویدلا اومده و سوء استفاده کنه، ولی ویدلا مگه جنایاتش رو با جام جهانی فوتبال شروع کرد؟ با جام جهانی تموم کرد؟ بیش از 30,000 نفر کشته و ناپدید از سال 76. آرژانتین حرکتش رو برای جام جهانی 1974 شروع کرد با سرمایه‌گذاری سنگین فدراسیون فوتبالش. میام جلوتر، خب چرا ما هی برگردیم اون کسانی رو که در بیاریم، باز بدون توجه به سیاق و زمینه، به نتیجه‌گیری خاص خودمون رو بکنیم؟ این شیوه غیر علمی، این شیوه حق طلبانه نیست. با این شیوه ها نمیشه مدعی اخلاق و کنش اخلاقی شد. در همونجا یکی از بازمانده های جنایت های دولت وقت آرژانتین تعریف میکنه، میگه ما تو زندان بودیم، اون لحظه بازی فینال همه نشستیم دیدیم. فوتبال دو چهره داره، حکومت ها سوء استفاده میکنن، ولی در مقابله با سوء استفاده حکومت ما باید دیوار کوتاه‌تر تیم ملی پیدا نکنیم، به جای اینکه با قاسم سلیمانی درگیر شیم، بیان جهان بخش رو بکشیم بیرون، بگیم آقا تو طرفدار قاسم سلیمانی بودی. خیلی از کسانی که تو این جنبش زن زندگی آزادی الان به حال فعال شدن، مدافع آقای پهلوی، اینها سوابق مشخص در دفاع از قاسم سلیمانی دارن، بعدش هم نمیدن بگن اشتباه کردیم. بذار همینو خب از اگر بخوام نه اجازه من خاش. چند نکته دیگه هم بگم. ببینید این تیم ملی قطعا میشه بهش انتقاد کرد، اعتراض کرد، اما ملاک انتظار تیم ملی اینا بهترین های فوتبال ایران رفتن در آوردگاه جهانی که متعلق مردم ایرانه. همه جای دنیا هر دولتی، یعنی همه اتفاقات خوب باید از ناحیه دولت ملت انجام بشه و ملت هم بالاخره باید وجود داشته باشه. این که ما بیام مثل جمهوری اسلامی ملت رو تقلیل بدیم با معیارهای سیاسی و اخلاقی خودمون، بازن یا اخلاق حداکثری، یعنی کسانی رو بگیم آقا شما اگه با این منطق آقای ثابتی باید 70 میلیون مردم ایران رو منکوب کرد، از انسانیت اینها رو عاری کرد، ملیت زدایی کرد، انسانیت زدایی کرد، کی میمونه؟ و به جای سوء استفاده جمهوری اسلامی که به غلط میخواد مال خودش بکنه، اینا کدومشون دفاع کردن؟ میگن اینا اومدن گفتن همش گل و بلبله. مصاحبه زنده صدا سیما هست، فیلمش رو همه ببینم، ایشون نمیدونم چی دارن صحبت میکنن، فیلمش رو ببینم. باز یک کنش اخلاقی، من باید اون موضوع آگاهی داشته باشن داشت حرف بزنم. در همون مصاحبه اومدن گفتن مردم مشکلات زیادی دارن، همشون گفتن. آقای رامین رضاییان اومده در اونجا حکومت رو نقد کرده، بحث زنان رو در اینستاگرامش آورده. انتظارات باید منطقی باشه. چرا ما به چه حقی باید فرصت‌های ورزشی که آخرش به نام ایران میمونه، اون آرژانتین هم همه رفتن، اون حکومت دیکتاتوریش هم به نام آرژانتین باقی مونده، تا الالعبد هم باشه آرژانتینی به اون قهرمانی افتخار میکنن، ایتالیا به دو داره قهرمانی دوره موسولینی افتخار میکنن، اون شرایط از یاد همگان میره، چون اونها داشتن فوتبال بازی میکردن، موسولینی درگیر باشه در یک حوزه دیگری هستش. الان هم برای آینده ایران ما باید بریم به سمتی که حکومت رو بزنیم،
قربانی رو رها بکنیم، ظالم رو برخورد بکنیم، با علت درگیشیم. آینده ایران هم ورزش باید مستقل باشه از حکومت، ورزش با معیارهای ورزشی. البته ورزشکاری مثل علی دایی میاد اون میشه پهلوان، مثل وریا غفاری میشه پهلوان، ولی همه آدم‌ها قرار نیستش که قهرمانان اخلاقی باشن. آدم‌های متوسطن. تو این نظریه‌های اخلاقی مختلفی ما داریم، برخی نظریه فقط این نیست که افراد در ذهنیت خودشون، در ساحت ذهنی خودشون فقط دنبال کنش اخلاقی باشه. کنش اخلاقی درست شرایط اجتماعی مناسبی میخواد. آقای ثابتی، مثل مابقی ایرانیان به گمانم تیم ملی فوتبال ایران هم همه همفکر که نیستن. یعنی در یک سال و نیم گذشته و در گذشته تر از اون هم دیدیم که بعضیشون اتفاقا مواضع تا جایی که میشه ضد حکومتی میگیرن، بعضیشون هزینه سنگین دادن، بعضیشون اتفاقا همونطور که شما گفتید ممکنه طرفدار حداقل بخشی از حکومت باشن، بعضیشون هم حالا به هر دلیلی عافیت طلبی اصلا غیر سیاسی بودن خیلی اظهار نظر نمیکنن. اگر فردا صبح پاشیم و به هر دلیلی حکومت جمهوری اسلامی عوض بشه، این تیم فوتبال که بالاخره از نظر فنی توفیق داشته دیگه، همین پیروز از ژاپن برده، یه حکومت دیگری در ایران باشه، خیلی هم دموکراتیک باشه، آیا اون موقع اسم این رو میشه تیم ملی گذاشت یا همچنان باید اونهایی رو که مثلا طرفداری حکومت میکردن و ازشون تفتیش عقاید بکنیم و بگیم چرا در حکومت قبلی مثلا فلان کردید و اخراجشون کنیم؟ من اتفاقا بگم، من رفته بودم بازی اولترافورد، بازی منچستر یونایتد و برنتفورد تو همون روز 7 اکتبر. وقتی که آقای سامان قدوس دقیقه 75 این آخرای بازی اوورد ایشون تو، من وسط هوادارهای دو آتیشه منچستر یونایتد هم نشسته بودم، ناخودآگاه وقتی ایشون اومد بلند گویلان کرد، بلند شدم دست دادم، برادرزاده خردسالم فوری منو نشون که گفت اما عرفان الان اینا انوی میشن، چون طرفدارای منچستر یونایتد ناراحت میشن، دیدم بقیه چپ نگاه کن. چرا؟ چون آقای سامان قدوس نیومده بود مثل آقای جهانبخش تو کنفرانس مطبوعاتی به مطبوعات بریتانیایی بگه، جواب نداد سوال راجع به سرکوب ایرانیا، برگشت مطبوعات بریتانیایی رو متهم کرد که شما میخواهید حواس تیم ما رو به هم بزنید و تخته کنید، به طوری که روزنامه نگار گاردین یا ابزرور نوشته بود ایشون مهارت‌های رئال پلیتیکی در خور هنری کیسینجر از خودش نشون داد. یعنی چی؟ یعنی سیاست بدون اخلاق. منم نگفتم همه، من اسم نمیخوام ببرم، ولی نکته اینه اتفاقا بله پیروزی آلمان در جام جهانی مونده، اما اوتو شیلی وزیر وقت ورزش آلمان در سال 2005 اقرار کرد حیثیت سپربرگر، همون مربی قهرمان شده، چون در زمان نازی‌ها هم مربی بود. آقای ثابتی جواب منو دارید نمیدید. سوال من این بود که اگر فردا حکومت سرنگون بشه، حکومت دموکراتیک بیاد، آیا همین تیم فوتبال اون موقع تیم ملی خواهد بود؟ معلومه هر کسی هر زمانی دست برداره. سولجنیتسین میگه هر وقت انسانی بفهمه که اگر از دروغگویی دست برداره میتونه حکومتی استبدادی رو به زانو دراره، وضعیت عوض میشه. بازیکنای نه همین تیم، همین آدم و فردا یه حکومت دیگری اومد سر کار، یکیشون هم اتفاقا گفتش که اوکی حکومت عوض شده ولی من همچنان قاسم سلیمانی رو خیلی دوست میداشتم، چیکار باید کرد؟ در اون حکومت فرق داره، شما تحت پروپاگاندای اون فرد رو همچنان انتقاد میکنین، اما دیگه حکومتی نیست که از اون فرد بتونه در جهت ابزار خودش سوء استفاده کنه. ببینید نکته اینه، حیثیت سپربرگر لکه‌دار شده، بله مربی هم بوده لکه‌دار شده، همون بازیکنان آرژانتین اوسوالدو آردیلس اینا الان منکر بودن چند سال پیش، میگفتن ما نبودیم و یادمون نمیاد ما تو اون ضیافت‌های ویدلا بوده باشیم، و همین الان میگفتن چند سال پیش سال 2016 اینا با چند تا از اینا مصاحبه کرده بودن، من میخوندم، میگفتن هنوزم به ما تو آرژانتین بعضیا به ما مربی هستیم رو نیمکت میگن شما آدم کشید، همدست آدم کشایید. ببینید دادخواهی رو ادامه داره، یه فرایند مستمریه، اما معلومه هر کسی هر جا دست برداشت از دروغگویی، گفتم زبیگنیف بونیک یه موقع همدستی میکرد اما بعدها دست کشید، هر وقت هر بازی کنی هر کسی دست برداره از همراهی با ستم داستان عوض میشه. اما وقتی که یه حکومت فاشیستی حاکمه، من هم به هر دلیلی بیام با او همراهی کنم، چه منفعت شخصیمه چه به قول آقای افشاری عزیز اون باور عمیقش. اینطوری اگر باشه آقای ثابتی فقط کشورهای دموکراتیک باید تیم ملی داشته باشن؟ نه تیم میبینید این بحث سوء استفاده از اون یه بحثه، اینکه این تیم معلومه، اون تیم آلمان نازی هم بهش میگفتن تیم رایش و قهرمان هم مثلا حالا اون موقع نشد بعدا شد، یعنی اینکه اسم اون تیمه، اما سوء استفاده از اون تیم
خیلی بحثش فرق میکنه. یعنی من الان مثال میزنم چون آرژانتین رو باز مثال بزنم، هیچ حکومتی که خونسا نخواهد بود نسبت به هنرمندا و ورزش و اینها، بالاخره طبیعیه که میخوان استفاده تبلیغاتی بکنن دیگه. در نتیجه روشنفکرا و دگراندیشا و هر آدم شهروند عادی که مسئول وظیفه داره نذاره از اون تیم یا هر چیز دیگه سوء استفاده بشه. یعنی انتقاد هم داره. همون دوره آرژانتین روزی که قهرمان شد، یک سروان شکنجهگر بدنامی به اسم آکوستا آمد یکی از اون زندانیای زنی که شکنجه کرده بود و برد با خودش به شهر، شادی مردم و هموطنانش رو در بوئنوس آیرس تماشا کنه، دچار شکنجه مضاعف بشه، از نظر روانی هم شکنجه بشه که بگه من برای آزادی هزینه دادم شکنجه شدم، ولی عده زیادی از هموطنانم اصلا نادیده میگیرن دارن شادی میکنن. چرا؟ چون آقای افشاری اون قسمتشو در نظر نمیگیرن. برتی فوکس که اون موقع کاپیتان تیم ملی آلمان بود گفت ما اصلا تو آرژانتین زندانی سیاسی ندیدیم، خیلی کشور آرومی بود. یعنی اون قسمت سوء استفاده رو ایشون نادیده میگیرن. همونی که مجمع طلاب میاد میگه همدلی است، ما هم یکی اتحاد بین ستمگر و ستم دیده که ما نداریم، که آقای افشاری اینجوری میخوان صحبت کنه. اجازه بدید اینو از آقای افشاری بپرسم. ببخشید آقای ثابتی، فرصتمون چون کم هست میخوام از آقای افشاری همینو بپرسم. یه کارزاری بود هنوزم احتمالاً هست، چیزی شبیه به مثلا ایجاد شرمساری. به هر حال خیلی از این رویکردهایی که الان بعضی از بازیکنهای تیم فوتبال دارن نشون میدن که ممکن اتفاقا در گذشته سکوت میکردن، به گمانم تا اندازه زیر همین فشارها و تحریمها و انتقاداتی هستش که بر تیم ملی بوده دیگه. از نظر یک رویکرد سیاسی فکر نمیکنید که اتفاقا میتونه جوابگو باشه موقعی که شما به هنرمند، به ورزشکار، به کسانی که بالاخره سلبریتی هستن به شکلی سیاسی فشار بیارید که اونها هم همصدای حکومت نباشن؟ ببینید فشار آوردن تا یه حدی درسته، نقد درسته، ولی ما ببینیم به کی داریم فشار میاریم، چه انتظاری داریم. آدم‌هایی هستن میشناسیم اینها رو، بالاخره اینها مبارزان سیاسی نیستن، اینها انقلابی نیستن، اینها قهرمانان نیستن. خب ما همش جامعه ما نه همه، یه بخشی دنبال قهرمان زده قهرمان، اینا آدم‌های عادی هستن. نگاه بکنن به دور و بر خودشون، فقط فوتبال که نیستش، گردش‌های دیگه ورزشی هستش، هنرها هستش، شخصیت‌های علمی ما هستن، پژوهشگران ما هستن. ما نمیتونیم یک لیوانی که بالاخره حالا یه بطری که 1 لیتر آب گنجایش داره 10 لیتر آب بریم. انتظارات زیادی داشته باشیم ولی نقد بکنیم. اما اون بازیکنی که تحت فشار نهادهای اطلاعاتی است ما هم حولش ندیم اون طرف. همه بحث من اینه، بیگن که اون روحیه زندانی خراب شه. من خودم زندانی سیاسی بودم، من در اوج دوران شکنجه بودم در زندان 59، زیر فشار شدیدی بودم، صدای خوشحالی مردم از اطراف میومد. باشگاه پنجره بسر باشگاه اشرت آباد بودم. من در اون لحظه نگفتم ای من نشستم برای اون مردم و اونها دارن شادی میکنن. من خوشحال شدم. چرا؟ من علی افشاری اومده بودم خوشحالی ها رو در مردم بیشتر بکنم، تب ایزا کنار بره، مردم زندگی کنند. من مبارزه نمی کردم که به علاوه این که مردمانی که حکومت سوء استفاده میکنند اونها رو در کنج قرار بدم، اونها رو مورد حمله قرار بدم. من میگم مسیر رو عوض بکنیم. اینکه حکومت رو سوء استفاده میکنه، دیگه حکومت جمهوری اسلامی انقدر بی آبرو در ایران و دنیا هست. سخو مجمع طلاب که اصلا ببخشید عدد نیست در عرصه سیاسی ایران. خود خامنه ای صبح تا شب بیاد از این تیم بخواد تبلیغ بکنه، هیچی گیرش نمیاد. این تیم کدومشون اومدن تبلیغ کردن؟ من میخوام بگم اتفاقا اگر کسانی به دنبال تغییر سیاسی هستن، نوع نگاهشون رو ورزش باید عوض بکنن. اول از همه ما نیازمند یک ملتیم. ببینید ما متاسفانه، من چیزی که اینجا خطاب به مردم ایران بگم، این خیلی مهمه. ما یک کشوری هستیم که بزرگترین استمرارهای تاریخی رو داریم. در حال مللی هزاران سال اینجاها زندگی کردن، نزدیک به 3000 هم دولت داشتیم. تو الان با هم اومدیم با همه مشکلات. ما اول از همه شاکله ملتمون رو باید حفظ بکنیم. حواسمون باشه دعواهامون به سمتی نره که به جنگ داخلی، به بی‌ثباتی مستمر تشکیل شه. این فوتبال از معدود چیزایی است که برای ما مونده که بتونیم هر ایرانی، هر ایرانی که تو زندگی میکنه تو جوامع مهاجر خارج از کشوره، قلبش به نام ایران میلرزه، چشمش با موفقیت‌های ایران سرشار از اشک میشه، اینها بتونن یه جا کنار هم قرار بگیرن. این رو بد ندونیم برای موفقیت ایران. به اونهایی که حالا به جریان سیاسی رو نمیگم، مثلا همین آقای سماک در بندر انزلی که پارسال سر همین بازی ایران آمریکا در شادی شکست همین تیم
به خیابان رفت و کشته شد، به اون و کسانی مثل او چه میگید؟ که نه با اون هم میگیم حکومت غلط کرده، بیجا کرده، ما دادخواه اون هستیم، ولی مدعی دادخواهی تیم ملی فوتبال نیست. من شخصا خوشحال نیستم کسی بره برای باخت تیم ملی فوتبال کشورش خوشحالی کنه. اون اصلا مسئله از جنس حق و غیره نیست، ولی همون حرفا مرکز داره، حکومت حق نداره کوچکترین برخوردی باهاش میکرده، از حق اون باید دفاع کرد، ولی مخاطب دادخواهی جمهوری اسلامیه نه جهان بخش. و حالا خب با صحبت جناب آقای ثابتی، یعنی ما باید در آینده ایران حکومت رفت بیام بگیم آقا تو فوتبال چه کسانی اون موقع چه موضعی گرفتن، یا اعلام پشیمانی کنن یا نه. خب این که میشه یه نوع مدل دیگه. جمهوری اسلامی تو سال اولیش اینجوری بود، اونها هم رها کردن و ارزش این گونه نیست. ما الان میتونیم خیلی خب ایرادات رو بگیریم. همین نکته که گفتید از آقای ثابتی بپرسم، چون گمان نمیکنم اینطوری گفته باشن. آقای ثابتی آیا همچین نظری دارید که در یه حکومت دیگر باید پرسید؟ هم قهرمان کردن اون تیم مونده، هم حیثیتش که لکه‌دار شده. خود وزیر ورزش آلمان گفته اون بازیکن‌های تیم ملی آرژانتین هم همین. ببینید خود مثلا ماریا کمپس که تو فینال گل زد آمد گفتش که ما خبر نداشتیم، ما تو اردو بودیم، سررسانه هم سرکوب میشد و خبر نداشتیم. اما بازیکن الان در عصر شبکه‌های اجتماعی اینترنت نمیتونه بگه ما خبر نداشتیم. ماریا کمپس گفت ما پیرانه آلبی خب سلسته خب در یه حکومت دموکراتیک آینده بذار اینو بپرسم چه میشه الان یه حکومت دموکراتیک اومد بعضی از این بازیکنانی که اصلا از خامنه‌ای و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی دفاع کردن، آیا باید اخراج بشن؟ آیا میتونن در تیم ملی بمونن؟ نه ولی اونا ثبت شده تو تاریخ، یه چیزیه که حیثیتشون لکه‌دار شده، چیز دادگاه حقوقی نداریم. اما جناب افشاری یه نکته رو، مسئولیت رو نادیده میگیره. ببینید پیکاسو از استالین حمایت میکرد، چسباف میوش بهش یه نامه خیلی زیبایی نوشت 1956، گفت تو خیلی هم نقاش اصلا نابغه‌ای هستی، یعنی مثلا منکر نشد. اما بعد گفت تو هم مثل تک تک ما نسبت به آنچه در این سیاره میگذرد مسئولی، و مسئولیت خاص تو متناسب است با فاصله میان شهرت تو و گمنامی شهروندان عادی. جناب افشاری یه جوری صحبت میکنن که انگار آقای محمد مهدی کرمی که رفتن در خیابان یعنی باعث شد و جان باختن در اعتراض به جمهوری اسلامی، ایشون یک موقعیت اجتماعی بسیار مستحکمتری داشتن از بازیکنان تیم ملی ایران و به همین دلیل ایشون رفته، ولی ما از بازیکن تیم ملی ایران که ثروت داره، قدرت داره، جایگاه اجتماعی داره، نباید بگیم تو که شهرتت فاصله داره با گمنامی شهروندان عادی چرا یک انتقاد از این حکومت نمی کنی؟ یعنی این نکته اینجاست، چرا ما مسئولیت بازیکن رو نادیده میگیریم؟ نگفتم مسئولیت حکومت رو در گردن رو بذاره، مسئولیت شخصی وجدان. فرصت خیلی کمی داریم، بزن از آقای افشاری هم بپرسم. مسئولیت اخلاقی برای ما آدم ها هست، منتها برای همه چیز، نه فقط برای یک موضوع. بالاخره ببینن در تمامی مزا ظلم ها که در دنیا هست آیا موضع گرفتن یا نه، موضع منسجم دارن یا همین آرژانتین رو گفتن. اتفاقا اون جام جهانی حکومت آرژانتین رو بی‌آبروتر کرد. اون موقع که اینترنت و غیره نبود که، همین که رفت که سوء استفاده تبلیغاتی بکنه، کمپین های متعددی در دنیا برگزار شد در بدنامسازی اون حکومت. خود عفو بین‌المللی خیلی کار درخشانی کرد در اون مقطع، اومد گفت فوتبال آری، جنایت و کشتار نه، و اتفاقا اون فضا کمک کرد برای بعدها فشارهای بین‌المللی علیه اون دولت. این دولت‌ها سوء استفاده می‌کنن، تغییر اینا در حوزه جاهای دیگه است، نه ورزشکارا. ورزشکارا نقد بکن اصلا اینهاش کدومشون به نظر من چهره‌های قهرمان‌های اخلاقی نیستن، نقد میشه کرد. اما باید در نظر بگیریم که ورزشکار عمر محدودی رو داره، اون آدما که تو خیابون بسیار ارزشمندن. ببین اگر ورزشکار این کار رو بکنه باید بهش گفت دمش کرد، باید تجلیل ویژه کرد. بحث من اینه اونی که ساکت بود و اونو تو سرش نزنیم، اونو خائنش نکنیم. آخرش هم اینا قرارمون تو یه میدان ورزشی اونجا برای کشور افتخاری کسب میکنن که آخرش برای ایران باقی میمونه. انتظار من اونه. حالا اگر اینها اومدن حرف زدن باید تجلیل کرد، میشن پهلوان تختی، اون میشه پهلوان، فقط قهرمان ورزشی نیست. این نکات رو ما باید در نظر بگیریم. ببین نکته بسیار مهمی، اگه ما قرار باشه این گونه با جامعه برخورد بکنیم،
تغییر جمهوری اسلامی، انقلاب نیازمند همراهی اکثریت وگرنه اگه ما بخوام اینجوری در همبستگی ملی جامعه نه اختلال ایجاد کنیم، برخی رو بذاریم کنار، دعوا رو جاهای دیگه ببریم، این دهن خاص جمهوری اسلامیه که جامعه رو تیکه تیکه کنه، آمدانه براش برنامه داره. ما باید اتفاقا و همه مردم ایران بگیم که در آینده آزاد ایران همه هستن، شأن انسانیشون حفظ میشه. کاش 90 دقیقه وقت داشتیم، با وقت اضافه که فرصت بیشتری به هر دوتون میدادم. ممنونم علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. ممنونم از هر دوی شما.